جان و خرد کلیم برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام، خداوند جان، خداوند روزی ده رهنمون، خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانی مویزد یکیست. همه رخش اندیشه را آزین کنیم، جهان را به شهنام آزین کنیم. هر آن کس که شهنام خانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. به جواهر سخن کهن در نظر دوستان، این داستان خان سوم از هفت خان رستم از شاهنامه عجیب ابوالقاسم فردوسی، نبرد رستم و اژدها. رستم بعد از این که از سرزمین خشک و سوزان در خان دوم به سلامت عبور کرد، تنش جویای خورش شد، زد به در بیابان، با کمند گوری را شکار کرد، گور را بریان کرد و خورد. لگام از سر رخش برداشت، رخش یله کرد در بیابان برای خودش بچرد. بستر خواب آماده کرد، اما قبلش گفت رخش، مبادا در این بیابان با شیرینی بیدرنده این آقا فر جنگ کنی، اگر خطری به تو رسید من از خواب بیدار. رخش پهلوان در بستر خواب آسوده بخواد. زدش کندر آمد یکی اژدها، که تو پیل گفتی نیابد رها. ای دل غافل، دشتی که رستم برام خفته بود، منزلگاه اژدهایی بود، کردیمش شیر و پیل و دیو، یاره گذاشتن برام دشت. اژدها آماده برای یورش به سمت رخش. رخش همین که اژدها رو دید، خروشید و جوشید، رمین رو چاپ چاپ کرد. رستم از خواب بیدار شد، شمشیر هندی کشید، اما هرچی نگاه میکنه هیچی نمیبینه. چرا؟ چون اژدها جادو بلده، تو دل تاریکی ناپدید شد. رستم فکر کرد رخش حتما خیالاتی شده، دویان بار رفت برای خوابیده. تو بار دوم اژدها از سمت دیگر خودش رو به رخش نزدیک کرد. رخش مثل بار اول خروشید و جوشید، صبح بر زمین کوب، خواب برفشان. رستم از خواب بیدار شد، اما هرچی نگاه میکنه هیچی نمیبینه. دویان بار فکر کرد این رخش حتما خیالاتی شده. تو بار سوم همین اتفاق افتاد، رستم و حیال جنگ، اما هیچی نیست. گفت ببین رخش، اگر امشب حواس بازیت کرده، امشب شب خوبی نیست. خستم، یک بار دیگه من رو بیجن از خواب بیدار کنی، سرت رو برم شمشیر هندی میزنم. رخش آخر رخش چجوره در پهلوان، خطر اژدها اونجاست. تو بار سوم رستم همین که اومد بخوابه، به امر جهان آفرین اژدها رو دید، زد به دل اژدها، گفت آهای اژدها، اسمت چیه؟ میخوام اسمتو بدونم قبل اینکه بکشمت. اژدها گفت تو چیستی؟ اینجا منزلگاه منه، منزلگاهی که آقا بدش نمیتونه عبور کنه، هیچ ستاره زمین این منزلگاه رو ندیده. تو اسمت را بدون که وقت آن است مادر بر تو بگریه. رستم گفت من رستم دستان، پسر داردار از خاندان نیرمم و به تنهایی لشکری کنه برم. این رو گفت و مثل ابر بهار قرید و رفت به سمت اژدها. رخش دید باید کمک کنه، دهان باز کرد، پوست اژدها رو درید. رستم در دلش بر رخش مرحبا گفت، شمشیر هندی کشید، سر اژدها رو درید. رودی از خون در بیابان سرازیر شد. اما عزیزان، اژدها جاده، خونش هم جاده، سری در دل زمین ناپدید شد. رستم یک نگاه به آسمان انداخت، ابرهای تیر و تار کنار رفتن، زمین دوباره رنگ آسمان را دید. تن بی جان اژدها روی زمینه. رستم سومی خان را هم با سربلندی گذرد. اما عزیزان، اینکه در خانهای دیگر چه اتفاقی برای رستم میافتد بماند تا نقلی دیگر انشاءالله. جهان را بد و نیک بسیار دید، خنک آنکه جان را نسازد پرید. حق نگهدارتون.